شد که کار به اینجا رسید؟ الان بهتون میگم. آقا من در کمال آسایش و آرامش در خانه نشسته بودم که فهمیدم بیرون طوفانه و فهمیدم الان بهترین موقع برای سفر خانوادگی به شماله. پس خیلی سریع یک کال کردم به خانوادم، گفتم بیان، که دیدم دختر خالم و خالم و دایم هم هستن، حتی مرغی هم هست. واسه همین فهمیدم جامون نخواهد شد توی ماشین. بله، همونطوری که خانوادم داشتن اولین دعواشون رو میکردن، چون که میدونید سفر خانوادگی بدون دعوا معنی نمیده، من فهمیدم چیکار کنم. زنگ زدم به این شرکت رنت ماشین و یکی از خفن ترین ماشیناشون که هم رنگ فامیلی خودم بلک بود و اجاره کردم و ما راه افتادیم. سر راه افتادیم فهمیدیم که ما اصلا نهار نخوردیم، واسه همین توی طبیعت بکر زدیم بغل و یه غذای فوق لاکچری شروع کردیم به خوردن. برنج یخ زده بود با مرغ ماسیده، تازه بارونم میومد و کویکنم ازمون نگهبانی کرد. پای سر چند تا گاو رانندگی کردیم، با یه ذره طبیعت داشتیم لذت میبردیم، یهو دیدیم همه وایسادن، دیدیم یه مادر خیلی بی‌مسئولیت بچه‌هاشو وسط خیابون ول کرده. باهاش یکم بازی کردیم و غذا دادیم و بالاخره رسیدیم. ویلا رو هم اجاره کرده بودیم، خیلی لاکچری بود، حتی توش آسانسور داشت بچه‌ها. تاب بزرگ به بی‌نهایت هم داشت که ما هیچ کدوممون نداشتیم که بریم روش. به جاش رفتم با بابام فوتبال دیدم و خوابیدیم. بله، صبح با صدای لطیف دوای دوم از خواب بیدار شدم. همه جا رو مه گرفته بود. بعد رفتیم بیرون، تازه فهمیدم دور و برمون پر از باغ پرتقاله. پوشیدیم زدیم بیرون بریم جنگل عشق کنیم، که طبق معمول من با خواهرم دوام شد. میگن تا سه نشه بازی نشه. آخه زد به من هیچ ربطی نداره. خلاص کلی با گاوا اختلاط کردیم و بعد شب برگشتیم من خونه نودل کره درست کردم. نودلم بابا، نودلیت نیست. خلاص جاتون خیلی خالی بود. اینم وضعیت ما تو مسیر برگشت بود. راستی من واقعا فکر نمی کردم توی ایران اینقدر راحت بشه ماشین خفن اجاره کرد، واسه همین از ناباران اجازه گرفتم که به فالوئران معرفیشون کنم. در عوض از طرف من برید بهتون تخفیف میدن، توی کپشن اطلاعات واسه تون گذاشتم.